دوستای نهایت عزیز و گرامی عرض و سلام و حرمت میر دارم خدمت تک تک شما دوستای عزیز بازی های بسیار پیچیده و نهایت ظالمانه تالف ها در قبال زنان افغانستان برا انداخته شده که میخواین با کلی قشره که نقش اساسی را در تربیه خانواده ها و اولادهای خود دارند در دا آنها زنان از او کشور هستند آنها را به کلی از جامعه ها کنن. ببین بانه های مختلف پنج هزار افغانی ماشت کردن بر زنان افغانستان و تاکه اونا دلسرد شوند و به وظایف خود باز نگردند و دیگه که حال ماش معلمین به تعلیق در آوردن تا مو یک چند مکاتب ابتدایی که باز هست آنها را هم روی افسانه و بهانه و رخ دختران از او کشور بسته بکنه که خب یک معلم خو نمیتانه که با کوهایی از چالش ها و مشکلات ها گرچه معلم همیشه شمعی است که سوخته ولی روشنایی بر دگران داده ولی ای هم ظالمانه هست که با پنج هزار ماش و هورم نتن و یک معلم قرمانانه بیایه با هی مشکلات که همروز دامن گیرش و بهانههای های مختلف است که چادرت تاس و چادرت بالا بالاست و نمیفهم مراحت کردی و این نکردی گای ماش برش نمیتو و یک رقم و او معلمم بیاید و که یکمیدشان از سر عد اقل او تفلا که تا سنف شش و میرم درس میخوانم همورم برخشان بسته میکنم که بسته کردم، اینه به این مفهومه که وقتی که ماش معلم پنج هزار و هم به تعلیق برتا و ماش نته، خب تعلیق هم مثل که ما شاید بودیم روزهای اول گفتند گفتن که مکاتب این قریب و باز میشه از او قریب بین تقریبا سه سال سپری شد نه تنها که باز نشد بلکه فشارهای ما بر سر زنان در عرصه های مختلف و رفتن پارک و امام و نمی پام ها و دیگه نرفتن دانشگاه ها یا پنتون ها و کار و نمی فهم تماما عرصه زندگی زن دور نگاه داشته شده متاسفانه جامعه جهانی که ما هزش نام می بریم و وعد پولوی سازمان ملل متحد که بیشتر شما قبول بکنین که بیشتر از همه سازمان ملل متحد در عرصه حقوق زنان حقوق بشر ظالمانه تر از طالب رفتار میکنه طالب خانر آیتش معلوم است برخوردش معلوم است عمل کردش معلوم است همه گپایش و حتی در لیست سیاه توریست های جهان هم قرار داره و همه و نارت جانی و آدم کش و تروریست خطاب میکنه ولی این یک سازمانی که از تمام جوامع بشری ایجاد شده به نام سازمان ملل متحد او هم ظالم تر از طالب و توریست است <تصفح> به این مفهومه که شما ببینید در نشست دوه بسیار ظالمانه رفتار کردن و بعد از همو نشست دروزی قلابی که به نف طالب تمام شد در نشست خبری شما دیدن که مجاهد سخنگوی طالب ها گفت که مسئله زنان و مکاتب و کار در ارتباط ای با زنها این مربوط به موضوعات داخلی افغانستان است دیگه ای مربوط به کشورهای نیست چون دید که از بیشتر بهره میگیره و فشارها را بالای زنها هر قدر که وارد کردن اما قدر به نام تعامل ما شاهد هستیم که در دوره جمهوریت بنام عقب نشینی‌های های تکتیکی بود که گفت غنی و وزارت دفاع داخله و انمیت داخل که این عقب نشینی‌های های تکتیکیست که تا به سقوط مواجه شد کشور به سقوط رفت و همه نظام از هم پاشید سازمان ملل متعدم امیرقم به حساب وانمود می سازه که دیگه ما تعامل می مجبور هستیم به خاطر زنان و به خاطر مردم افغانستان و رساندن کمک ها بر مردم افغانستان ما همی سوال پیش ما خلق شده یا می کشورهای همسایه و منطقه و اما آمریکا و اروپا همگی که از حقوق بشر صحبت میکنند از آزادی بیان صحبت میکنند از حقوق زنان صحبت میکنند همه نهایت خاموشانه و کمک هم نه تنها که برای مردم افغانستان نا وعده دمیتن که قدر میلیون ما کمک کردیم بر مردم افغانستان مردم افغانستان از این کمک ها نه تنها که مستفید نمیشن بلکه طالب ها بیشتر از این منفعت میبرند و بر سرکوب مردم و بیشتر علاقه مند میشن چون از سرکوب مردم از فشار آوردن بالای مردم بالای پیر و جوان و خرد و کلان به خصوص زنان افغانستان و دنیا به نام تعامل که پیشتر هم گفتم یعنی همو عقب نشینی های تکتیکی غنی و دار دستش عبدالله کسیف با دار دستش و وزیر دفاع و داخلی وقت و با یک تعداد از افراد دیگه و مایب خاین به وطن و مردم افغانستان همین رقم سازمان ملل متحد و همین کشورهای همسایه و منطقه و جهان ظالم ظالمتر از طالب است که بالای مردم افغانستان روا داشتند و به خاطر منافع خود به حساب مردم افغانستان زیر زجر رو شکنجه وردن خب اگر تعامل دارین با طالب ها با شیوه دیگه برین که با مردم خود بکنن شرط و شهود بگذارین و هر قدر که طالب هدامت پیدا بکنه با همچو مظالم که هست ما برای کشورهای همی مثل ایران و روسیه و چین و هند میگم که مطمئن باشین و با کشورهای آسیای میانه مطمئن باشین مطمئن باشین انتظارش داشته باشین که ای بیشتر فرصتها ها را مساحت بر ایجاد و دهشت و وحشت و گروپ های توریستی به داخل افغانستان و نفوذ آنها از طریق افغانستان به کشورهای آسیای میانه و بمی ایران نفوذ خواد کرد خوب تعامل بکنن خوب و مثل غنی عقب اق... اق... نشینی های تکتیکی بکنن تا باز اه... یک زمان مواجه شوین و چشمتان باز خواد شد که او زمان دیگه بسیار دیر شده و مردم افغانستان اترنه زن و مرد و پیر و جوان امروز از طریق رسانه های مختلف عملکرد تماما اگر از سیاسیون افغانش است اگر از کشورهای همسایه است کشورهای منطقه است جهان است و از سازمان به سازمان ملل متحد و حقوق بشر و حقوق زنان است همه را مردم افغانستان اگر با سواد است و یا بی سواد است وانا هم ارزیابی میکنن میکنن میبینن میشنوند و مردم افغانستان اگر همو اکثریتشم بی سواد باشه ولی از سواد عالی تکمیل است به این مفهوم که او در طول 45 سال تجربه گرفته به حساب از تحصیل کرده ها کرده و از همه گپ کرده تجربه بسیار مادر حلم است تجربه مردم افغانستان تجربه خود دارن و دیدن که کیها چیها کردند و فعلا چی میکنه ای دنیا در قبال افغانستان ای که مردم با او پیران و تنبان می بینین و با او بیچارگی و عرضم شهیدی میبینین با اجرت و ماجرت و کوچه های هجباری از یک ساها به دیگر و از یک کشور به دیگر کشور دیگر هانا اجگاه فراموش نخواد کردن حمل کردهای شماره زیر نظارت دارن و در دا اگر باز گرفتن که گرفتن در مقابل همی کشورهای همسایه در مقابل کشورهای منطقه و جهان باز هو زمان دیگه باز مجبور است دیگه یا خود شما میخواین که به حساب همی مردم افغانستان جوانان افغانستان به حساب برن یا با دایش یا با سایر گروپ های توریستی ناگزیر میشه برای زنده ماندن خود برای زندگی کردن خود برای هدامی زندگی خود که خو ناگزیر میشه که ما شرکت یا دایش و یا کشورهای مختلف بر از و نامه مجبور است که باز اقدامات علی کشورهای شما بکنه و باز می جنگ. تا تاایی که به حساب به هر روز در مقابل گرسنگی و به هم که چیز بدستش نبه خب میگه بیا یک بار با مردانه با ما و یا پیروز میشم پیروزیشم هم فقط نفقه و رساندن یک لقمنان حلال است و بر برش حلال است بخاطر از این که او مجبور است که برد بخاطر زنده ماندن خود فرزندان خود پدر ری سفید مادر پیچ سفید خود خواهر بیوی خود با اولادهایش برد دیگه بجنگه ای که ایران میشه علیه روسیه میشه علیه کشورهای همسایه و منطقمش بر از او بی تفاوت است چون عمل شما را می از همی آسیای میانه را میبینه می از تو ایران می از تو روسیه را میبینه می خب می که دیگه شما در مقابل از همی جفاهایی که در او کشور هر روز ای که ملامت میکنین امریکا رو درست ما ملامت میکنیم امریکا ملامت اروپا ملامت واقعا که در طول بی سال با سرنوشت کشور و مردم بازی کردن نقش شما چی است وقتی که انتقاد میکنین از امریکا و غرب از عمل کرده شد همین نقش شما همسایه ها چیست شما خب بدتر از او عمل میکنین بارها بر شما ایران گفتیم که ایران با تو روسیه هم از طریق رسانه ها گفتیم از همه جمهوری پنجم گفتیم که بیاین با مردم افغانستان کنار بیاین بیاین فشار بالای طالب طالب وارد بکنین اقدر تعامل و تار نتین برشان که تا اونا بیشتر چاق شوند که باز ف... بسیار مشکل است که اونا زمانی که بزرگ شدن و خرد شده برن. او خونی نیرو جذب کرده میره همه روز او قوتش بیشتر شده میره و آرامش شما و کشورهای همسایه به نفع افغانستان است آرامش افغانستان به نفع تو ایران به تو روسیه است ما نمی خواهیم که فرض مثال ما در طول چهل پنج سال که میلیون ها انسان قربانی دادیم ارقام جدیدی که برآمده بیشتر از دوازده میلیون افغان هاواره داریم شما هم آواره شوین به کشورهای مختلف کشورکتان و ایران اقتصاد روبنا و زیربنایتان همه نابود و مردم تا و در دربدر. ما در بدری ها را دیدیم ما فقر و بیچارگی ها را دیدیم نمی که هیچ انسان با هر دین و مذهب آهین که هست مسلم ها درد بکشن رنج بکشن کشورش و ایران شود به حساب لانه و کاشانش گذاشته شود یا فامیلش پدرش مادرش خانمش اولاداش و خودش به خاطر یک لقمنان یا به کشور ایران یا به پاکستان یا به امریکا و اروپا خوب میفهمه که در مسیر راههای ایران ترکیه کشته میشه یخ میزنش یا گرمی و یا از ترکیه تا به یونان در اوج غرق میشه همه روز از طریق رسانه ها میبینه ولی ترجمه می یا مرگ یا رساندن یک لقمنان علال بر فامیل خود بناهن ام وطنان عزیز ما و بخصوص گروپ های ما تعدیده که در ایجاد شده در همی شبکه های اجتماعی و بنیاد های مختلف بلحاظ خدا بیاین که هم پذیر شویم بیاین که کنار هم بیاییم بیاین که مبارزه به تنهایی نمیشه که به تنهایی بکنیم یا مسلامت هامی زمانی که همه متحد و متفق شویم یک صدا داشته باشیم ما میتونیم که باز طالب با صدای بسیار قوی و بلند خود زیر فشار هم بگیریم همه ما مخالف جنگ هستیم نمی خواهیم که جنگ شود ولی اگر صدای ما شنیده نشود بیشتر هزی مردم ما قربانی شود خب ناگزیر هستیم که راه جنگ هم باز بگیریم میگه به تنگ آمد و به جنگ آمد دیگه هی رقم هم خو نمیشه که دیگه جامعه جهانی تعامل سازمان ملل متحد تعامل کشورهای همسایه و منطقه تعامل سیاسیون فروخته شده که به حساب در ویانا شیشتن و یا در هر جای که شیشتن تعامل خیلیگه او طالب خوبتر از ای چی می خو می بینه این چی میخواه خب میبینه که اینجا خلاصه بگویم که هیچ مرد نیست که در مقابل ما ایستاد شود امو زنم هم که در ابتدا قهرمانانه ایستاد شد فکر کرد که دیگه مردهایی هست که در کنار میستاد میشه و از ما حمایت میکنن ولی او زن هم تجربه نگرفته بود که همی مردها در شاه دو شمشیره همو دختره کره همی مردهای ما همی جوانهای باسواد ما با سنگ ولو همو هر گناهی را کرده بودن ول زورش سر زن رسیده بود که امو را به سنگ زدن زیر موترش کردن با لغت ماش زدن و دپالوش را در دادن امروز در مقابله که بالای حزت و شرف و وقارش تجاوز صورت گرفتن تجاوز میشه بالای خودش تجاوز در حریم خصوصیش که بروی سرک سیلی میزنش مویش قیچی میکنه و ازارها و کار دیگه خاموش است او زن هم درک کردن که این مردهای افغان فقط زورش بر زنش میرسه مو زنش یک کمه که نان ناوختر آورد یا از پیش سوخت یا چکید یک رقم شد زیر مشت لغت بگیره ولی یک زن آرزوی زیر که سر خود دشانه مرد بانه که از حزت و شرف و وقارش دفاع میکنه بیاین که غرور بکنیم بیاین که افغان شویم بیاین که انسان شویم و در کنار هم قرار بگیریم ما همیشه که واقعیت ها را گفتیم من خودم تاجک هستم از کابلی بچه هستم ولی تاجک دزد گفتیم تاجک دزد دزد گفتیم تاجیک به حساب پشتون دزد گفتیم از ازبکش گفتیم کسایی که دزدی کرده رازنی کرده به خدا یک تعداد باز ببینی که با ما دشمنی داره و کمنت های عجیب و غریب میگذاره چی وقت جوان چی وقت هموطن چشمت باز میشه کمانو فریب داد اگر به می غرب آمدی از دست کی چرا لانه و کاشانه و وطن ترها کردی امی امروز که همه ما ماجر هستیم از دست کیها از دست بازی های ظالمانه و تفرق افروزانه آنها بود و از پر کردن جیب ها و غصب و چور و چپاول معامله های آنها بود که ما شما این تراواره و دربدر شده و وقتی که باز بگوی فلانی خان خاین است دزد است غاصب است فاسد است خوب می که است بازم کارت می و میگی که ترسن چنین گفت و ترسن چنان شد و ترسن بیسواد است و ترسن نمیفهمم ای است و او است هزار یک رقم حرف می زنی ما من بی تفاوت است تا لحظه که زنده هستم حق حق میگم به ظالم نه تسلیم شدیم و نه تسلیم میشم و هیچگاه گاه کس مرا با مرگ من هم نمیتانه مرا تسلیم خود بسازه فقط با عمل کرد خود با کار نیک و خوب خود صحت و سلامت و در پناه ایزد منان باشه